توی این قسمت از سفرمون شهر بارسلون را به سمت فرودگاه ترکیه ترک میکنیم. در فرودگاه استانبول توقف 4 ساعته خواهیم داشت تا بتونیم با یک پرواز دیگه به سمت کشور ایران بریم. من اومدم همینجا و تست رو دادم و نیم ساعت دیگه هم گفتش که با ایمیل جواب رو دریافت میکنی و برای 48 ساعت هم معتبره، طبق اون چی که توی سایت هگاکو اون ایرلاینی که من میخوام باش پرواز کنم. شما باید برین ایرلاین مربوطه رو ببینید که چه چیگاهی رو قبول میکنه، که حالا ببینیم از چی میشه بهتون خبر میدم. خب امروز یوم اپریل 2022 ساعت تقریبا 10:30 صبح دارم میرم فرودگاه و این شهر بارسلون رو با همه زیبایی ها و تنوع و مردم خونگرم و خوبی که داره ترک کنیم و بریم به سمت ترکیه و ورکون برم تهران. این اتوبوس‌های آبی رنگ که نوشته ایروبار اتوبوس‌های فرودگاه هستش که در چندین نقطه مرکزی شهر میرند و شما میتونید به راحتی با 6 یورو برگردید فرودگاه. بله البته اگه بلیط رو یک قرب بگیرید میتونید با رفت و برگشت و عرض کنم که 4 روز ترانسپورتیشن شهری کلن 6 یورو. همطور که میبینید شهر بارسلون هم کوه داره که اون باقه بود من توی فیلم گرفت، هم دریا داره که تو فیلم دیگه براتون فرده، همکمان به هر دوتاش دستیقی دارید. خب حتی خیابونهای اصلی هم شما نگاه بکنید اصلا یک ترافیک نمیبینید، ممکنه ماشین یه دیگه باشه بیاد ولی راه بندون و ترافیک و دود و کرکدا نیست. چند تا مجتمع مردمی خیلی پرتعداد. بله من مطلقا اثری از ترافیک نمیبینم. اینم دانشگاه بارسلون هست. بله عمق کوه ها رو ببینید در اطراف. خب اینم نمایی از منطقه فرودگاهی بارسلون که دیگه عجب یه تصویری داشته باشیم. بله دیگه میریم برای قوار شدن. منطقه بزرگ تمیز و بسیار ارگانیک و مرتب. خب در حال پرواز هستم فرودگاه بارسلون. شهر خیلی منو یاد لس آنجلس میندازه، در اینکه دور تا دور کوه و این طرفش هم اقیانوس وصله، دقیقا همون ساختار رو داره و امیدوارم که واقعا این کسایی که میان یا برای سفر خاطرات خوبی مثل من با خودشون ببرن. خداحافظ ای بارسلون، به امید دیدار دوباره. خب ساعت تقریبا 9 شبه و تا ساعت 11 اینجا فرودگاه تابیهای ترکیه است و قسمت من یادم نمیاد همچین فرودگاهی رو تا حالا ندیده بودم یا اگر بوده یادم نیست و جای مرتبیه، فقط یه سری مشکلاتی داره که از گفتی من بعد از شام مفصل با شما صحبت میکنم. بعد از این همه فرودگاهی که ما رفتیم به این همه سال سفر دو بار این اشتباه پیش اومده، امروز بار دوم. یکیش پارسال بوده در فرودگاه جلیل ترکیه و یکیش هم الان که فکر کنم هشتمی یا نهمی کوار شدن و پیاده شدن هواپیما توی چند تا کشور اروپایی، که خب اگه قرار بود ما ندونیم خب باید این اتفاق همه جا می افتادیم، اما اینجا دوباره افتاد.
اینجا وقتی که هواپیما شما پیاده میشی، ساختار طراحی فرودگاه طوریه یه تونل راه رو زلوته، یه دونه فلش کرده نوشته پاسپورت کنترل. دیگه بیچاره که میخواد مثلا از اونجا به شکل ترانزیت عبور بکنه نمیدونه که خب فقط یه راه دومی هم باید یه جای دیگه ای باشه، یه فلش دیگه ای به غیر از پاسپورت. خب من بیچاره رفتم اون تو، دیدم راه دیگه میخواد کدم توی فخ رفتم اونجا مرد مهر ورود به ترکیه. خب وقتی که رفتیم در باز شد دیدیم ای رفتیم تو خیابون، فهمیدیم که دوباره اشتباه شد. دوباره اومدم توی صف وایسادم، مراحل چکین رو دوباره طی کردم، چمدونا رو دوباره چک کردم، لباسا رو با کمربند رو درآر، ساعت رو درآر، لپتاپ رو درآر، برو وایس و دوباره توی صف هزار نفر جلو بودم تا دوباره مهر ورود بخورم بیام تو. این دفعه نوشته دپارچر گیت، یعنی پورتایی که به کف پروازهای بین المللی هست. این تابلو اونجایی که بیچاره پیاده میشه نیست و دقیقا همین اشتباه کارکال هم من اومدم اونجا توی اون فرودگاه بزرگی پیش کنم و این نشون میده که چه هوش و رقابتی پشت طراحی این فرودگاه هستش که این همه کشور دنیا بری همچی چیزی رو نمونه شده. خلاصه بدونید اگر شما قراره تو استانبول به شکل ترانزیت باشید، هر جا گفت پاسپورت بگید اون پاسپورت به شما ربطی نداره، باید برید یه دریچه‌ای که سوارشی دارید در مکتب، اونجا باید از شما پاسپورت بخواد. پاسپورت اینجا رو وقتی باید از شما بخواد که شما بخواد وارد اینجا بشید. تو ترانزیت که شما وارد اینجا که نمیخواید باشید وارد شهر شد. در نتیجه دقت کنید که این اشتباه پیش نیاد و من این همه کشورهای دیگه هم رفتم همچی چیزی ندیدم و مطمئنم آفریقا هم برم همچی چیزی رو نخواهم دید. این شاهکار فقط اینجا من دید. در هر صورت امیدوارم این تجربه براتون جالب باشه و مثل من توی سخت وای نرد بود دو ساعت هم برم. قربون شما، فعلا خدا. خب اینم نمایی از فرودگاه کابی های استانبول که محیط باصفایی داره و همه امکانات هست و عرض کنم که میتونید ساعات خوبی رو طی بکنید. قیمتاش هم به ترکیش لیراک که وقتی برای اونا که دلار دارن یا یورو قیمت ها خیلی براشون مناسبتر خواهد بود. مثلا یه همبرگر کامل با نوشابه و چیش و صد لیر میشه تقریبا 6.73 6 حالا بگو 7 دلار. از همه اروپا ارزان‌تر در میاد اینجا. در نظر قیمت تبدیل ارزو دارم عرض میکنم. خب ساعت 10:30 ما داریم سوار هواپیما میشیم به سمت تهران. میخواستم بگم که اون تست کرونا که 48 ساعت اعتبار داره تا این لحظه که ما داریم سوار میشیم همچی چیگو رو اما نخواستم. فقط موقعی چکین کردن واکسن ها رو پرسید که من نشون دادم واکسن های من زده شده، اما بابت تست پی سی آر یا تست کرونا معتبر تا اینجا چی بود اما هیچ کشور اروپایی و از جمله ترکیه نخواستن. اگه از این ویدیو خوشتون اومد کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون باخبر بشید.